دوای ما قسمی هست که اون 100% تداوی است. بدون بایپاس، بدون اینجور پلاستیک تداوی است که موثریت و مسئولیتش 100% است. هزینه کلیش بعضی مریض هست که 150,000، 160,000، حتی مریض این شده که 50,000، 60,000، 70,000، نظر به من تکلیفشان هست. بله، یک بارم یک سال پیش پیوند قلب وام قلب خوبه و انسان پیوند میدن که دو ماه او شخص زنده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و خسته نباشین هموطنای عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به سوژه امروز ما. با امروز به چارایی لب جهر آمدیم، به یکی از شفاخانهایی که یکی از دکتر صاحبا یک گیاهی را ساختن به خاطر تکلیف قلب که کاملا تداوی میکنن اینا امراض قلبی را، و چند نوع گیاهی را ساختن، یکی برای سکته مغزی است، یکی هم به خاطر قلب است که به گونه کامل شفا بخش است. و یکی از خانما هستن، یک دکتر صاحبایی که مدت زیاد میشه اینای دوا را ساختن و رسانه‌ای نشده یا دوستای ما اطلاعی درست پیدا نکردن، اما کم بیش که ما معلومات گرفتیم حدوداً بیش از 300 تا 500 مریض اینا تداوی کردن. بیاین که با ایشان معرفی شویم و ببینیم که این انگیزه از کجا برشان پیش آمده و چطور موفق شدن که کشف کردن گیاه را و خدمت برای هموطنان عزیز ما کرده باشند. ما را همراهی کنین، آهسته آهسته میریم به طرف خود دکتر صاحب می لحظه، و فراموش نکنین چینل آریانا را هم سابسکرایب کنین، نظرات نیکتون همیشه با ما شریک بسازین به خاطر بهتر شدن برنامه های ما. بازم خسته نباشین هموطنای عزیز، و فعلا ما به خود ماینخانی دکتر صاحب قرار داریم و دکتر صاحب هم با خود داریم، دکتر صاحب گلسنم احمدزی. کم بیش من دمارشون بر شما روشنی انداختم و بهتر است که خودشان خود معرفی کنند. خسته نباشین دکتر صاحب. شکر. شما هم خسته نباشین. سلام بر شما، برای همکارایتان. نام گلسنم احمدزی هستم، کاشف دو نوع ادویه برای دو نوع مریضی سبل علاج. خب بسیار خوب دکتر صاحب، امروز یکم خسته هم بودن چون زیاد مریض داشتن و دیگه ما هم آمدیم برای ما نه نگفتن، اما میدونین که دکتر صاحب ها گاهی وقت خیلی زیاد خسته میشن، این مریض ها را که دید میکنن اما چک میکنن، یعنی برشان یکمه که خسته کن میشه دیگه، یعنی کار است. بله. امروز یکم خسته هم هستین، بازم میایم، دوستا علاقه دارن و خواستن که بدانن در مورد شما اینقدر سالا کجا بودین و چشم همگی دور و کمتر، یعنی به رسانه ها یا به بیشتر دکتر صاحب ها که هستن هموطنای ما آشنایی دارن با اونا. بله. خصوصا به تکلیف قلبی که شما گفتین یک سکته مغزی یا تکلیف یا سکته قلبی یک دو مرض ناعلاج است که بیشتر هموطنای ما بایی سر دوچار است. بله. دقدر سالا اول بگین کجا بودین؟ افغانستان بودین؟ بیرون از افغانستان بودین؟ من در افغانستان هم بودم و بیرون افغانستان هم بودم. دیگه من در مقابل رسانه ها نامدیم دیگه، یک بار قبلا هم
5 سال پیش در چاپخانه افغان اپولو هند یک ریسرچ اعلان کرده بود. دیگه امروی رسانه قدر. خب بسیار خوب. گیاهی را که شما ساختین به کدام مریضی مشخص تداوی است؟ بله. یک نوع گیاه ساختین یا دو نوع است؟ امیره میشد بیشتر توضیح بتین با دوستا. و یک مورد دوم می سوال ما داره عملیات یعنی امی پروسیجر شما عملیات هم داره یا فقط با گیاه مریضایی که بر شما مراجعه میکنن تداوی میکنه؟ بسیار خوب. کار ما کاشف دو ادویه هستم که برای دو نوع مریضی سبب علاج سکته قلبی یا هارت اتک یا ام آی میباشه که کسایی که سکته قلبی میکنن و به شفاخانه مراجعه میکنه برش دو گزینه انتخاب میشه. یکی اینجو پلاستیک است، یکی اون بایپاس است که اینجو پلاستیک برنگ انداختن است و بایپاس یک جراحی باز سینه است که شیریان از پای میگیره در قلب چی میکنه پیوند میده یا هم از سینه که بسیار خوب. تداوی نه تنها در افغانستان، در تمام جهان همی برای مریضای قلبی دوای دیگه نیست. می دورای داره که بایپاس و اینجا پلاستیک است. این برای مریضا فقط برای زنده ماندنشان یا بایپاس و اینجا پلاستیک میکنن و تا که زنده هستن باید دوای خود استفاده کنن، نمیتونن دوای خود قطع کنن. همیشه دیگه دوای خود باید استفاده کنن و تحرکات فیزیکی هم نمیتونن این مریضا کنن. دقیقا. و دوای ما قسمی هست که اون 100% تداوی است. بدون بایپاس، بدون اینجا پلاستیک تداوی است که موثریت و مسئولیتش 100% است. هیچ نوع عوارض جانبی نداره، هیچ نوع مشکل نداره و گیاه هایی که برای مرض قلبی شده چندین قسم گیاه هست که با هم ترکیبش خودم میکنم که از خارج میه و ترکیبش خودم میکنم. بسیار خوب. این دوستایی که تکلیف قلبی دارن و سکته مغزی و همین مشکلات که مهم است میتونن به دکتر صاحب مراجعه کنن. چقدر هزینه میبره؟ بیشتر دوستان مطمئن است. ما مثلا یک دوست ما که اگر مریض باشه بیشتر خانما یا آقایان همون که میرن در کشورهای همسایه بسیار با هزینه زیاده تداوی میشه. ایره برای دوستا اطمینان بتین که چقدر هزینه میبره و دائمی مریضی که بر شما مراجعه میکنه چقدر وقت تحت تداوی شما قرار میگیره؟ بسیار خوب. مریض خوب یکی مریض های قلبی هست که هارت اتک هست یا ام آی هست، یکی مریض های سکت های مغزی یا ستروک هست، فلج. بله مریض های فلج هست که مریض های فلج هم مریض های است که در هیچ جای دنیا تداوی نداره. که این اولین بار است که به خاطر مریضای فلج یک تداوی یک دوای کشف شده، دوای نو که یک طرف بدن کاملا فلج میشه، تکلم از بین میره، مریض ناشنوا میشه، حافظش مشکل پیدا میکنه، کلا از فعالیت میمونه. بله و این 100% تداوی میشه. مریضای انفاکشن 100% تداوی میشه، هیچ نوع مشکلی نمیمونه. ما برای امتنان خود چی میکنم که 100% تداوی میشه و هیچ نوع عوارض جانبی. چقدر هزینه؟ بسیار خوب. هزینهش خوب فرق میکنه، از هر مریض فرق میکنه. بعضی مریض ها مشکلش زیاد از بعضی کم از بعضی وقت زیاد از مریض تکلیفشون تیر شده و چندین سال تکلیف داشتن خب یک کم چی فرق میکنه. یعنی این دوایی که شما برای مریض ها پیشنهاد میکنین چند مرحله داره؟ مرحله مثلا دو مرحله داره، سه مرحله داره. بعضی مریض که ما مرحله یعنی پکیج برش چی میکنیم؟ هر پکیج ما ده روز است. بعضی مریض ها به دو مرحله چی میکنه که اگر مریض فلج ما باشه کاملا دست و پای 100% فلج باشه، تکلمش از بین رفته باشه، حافظیش مشکل پیدا کرده باشه، یکونی ما مریض خوب شده، در یک ماه خوب شده، مریض کاملا خوب شده. و تو مریضی هم هست که دو ماه را در بر گرفته، تو مریضی هم هست که چند مریضای خودم مرا ببینه، مریضی هست که 3 ماه در بر گرفته. خب باز چی یعنی در مجموع یک 6 ماه یا 4-5 ماه
طول میکشه؟ نه خیر، بعضی اون مریض، بعضی مریض هست که 4 ماه 5 ماه یا 6 ماه را طول میکشه. مریض های سکته مغزی و قلبی از 3-3.5 ماه بالاتر نیست. بسیار خوب، گپ بسیار عالی است دوستا، و من واقعا امی لحظه خیلی احساس خوشی دارم. میگم یعنی اما قصه لقمان حکیم صاحب یادم آمد که هر دواره اما هر گیاره میفهمید دوایشه، و امی امراضی که ناعلاج است وقتی که امی تداویش پیدا میشه آدم خیلی خوشبین میشه. میگه یک دوست آدم ماشنا یادم وقتی تداوی شود. و در مورد هزینهش بازم نگفتین، اگر کم روشنی پرتین که چقدر مثلا هزینه میبره؟ هزینه مریضه مثلا اگر سکته قلبی رو بگویم، درسته، هزینه کلیش بعضی مریض هست که 1,50,000، 1,60,000، حتی مریضیم شده که 50,000، 60,000، 70,000، نظر به تکلیفشان است. چون در افغانستان وضع اقتصاد و مردم خراب است، مریض یک کمی که بهتر شد باز دیگه چی خود اعلام میده، میگه من دکتر صاحب قدر بر من کفایت میکنه. و گرچه اگر نظر به بایپاس و اینجا پلاستی هزینهش بسیار کم است و عوارض نداره، عوارض جانبی نداره، مشکل نداره که خدا نکرده یعنی به ضررش تمام شد. بله بسیار خوب دکتر صاحب، میخوایم مشخصا در مورد ازی صحبت کنیم که تا هنوز حمایت شده این از طرف امارت اسلامی یا خیر. شما بیشتر قبل از مصاحبه یادآور شدین که شما از ایران دمی چند وقت میشه آمدین، اینا خود امارت اسلامی شما را خواستن، چگونه بودن این موضوع؟ بسیار خوب، بله، ما را جناب وزیر صاحب داخله خلیفه سراج الدین اقانی خواستن که ما از طریق بعض کمپانی های ایرانی و آلمانی به ایران دعوت شده بودم به خاطر دعوایم. وقتی جناب خلیفه صاحب خبر شد دوباره ما را از ایران خواستن و ما دوباره به وطن خود برگشتم. آل خیلی احساس خوشی دارین که هموطنا را تداوی میکنین؟ بله احساس خوشی دارم. و همیه جای دنیا وطن آدم نمیشه، وقتی که با یک هموطن آدم، یک دست آدم، یک کمک آدم، یک خیر آدم میرسه خیلی خوشبین میباشه، به خاطر که مردم افغانستان سختی های خیلی زیاده دیدن و خصوصا اقتصاد نامناسب داشتن، شرایط بسیار یعنی شرایط دشوار را سپری کردن. امیدوار هستم که همیشه همه دوستایی که در خارج هستن یا دمینجا هستن امو زمینه برشان مهیا شود تا هموطنهای ما را دستش بگیرن. فقط دو مورد سوال دیگه باقی مانده، زیاد شما خسته هستین، شما را زیاد اذیت نمی کنیم. فقط در قسمت پیوند قلب یک چیز من شنیده بودم که در کشورهای خارجی هم فعلا است، نتیجهش چه رقم است؟ شما یک دوایی را ساختین که بدون از این مشکلات میتونین رفع تمام دو مریضی را داشته باشین؟ در مورد پیوند قلب اگر بله. بگوییم که چند وقت قبل در امریکا هم بود. بله بله بسیار خوب. بله یک بارم یک سال پیش پیوند قلب وام قلبی خوب به انسان پیوند گردن که دو ماه او شخص زنده بود. چون دیگه به خاطر که او نمیتونست که اینجا پلاستی کنه و یا بایپاس کنه دیگه رای نمانده بود که قلبشان کلن مشکل پیدا کرده بود و رای به بایپاس اینجا پلاستیک نمانده بود و داروی هم نیست که بدون بایپاس اینجا پلاستیک تداوی کنه. مجبور شدن که امی قلب خود به انسان پیوند کنه. و چند روز پیش باز هم 15 روز پیش باز یک پیوند قلب که قلب خوگه با انسان پیوند کردن که تا نوز معلوم نیست که چند ماه زنده بانند. و دوای ما خوشبختانه بدون پیوند قلب، بدون اینجا پلاستی، بدون بایپاس 100% تداوی میکنه. یه اشخاصی که پیوند قلب میکنه بدون پیوند قلب تداوی میشه. و خب یک روندشون یک کمی نظر به مریضای دیگه
پنج ماه شش ماه رو در بر یعنی زمانی که دوایی را که استفاده میکنن مسئولیتش زودتر است؟ بله زود نتیجه بخش است؟ به خاطر کمی تکلیف قلب یا سکته مغزی یک مرحله داره که میگه مثلا اینمی مثلا حمله قلبی نبیه یا اینی حالت نبیه که زود مریض خدای نخواسته از دست نتن. بسیار گپ خوب چی کردین یا داوری کردین. دوای ما در ظرف 4 ساعت برای مریض نتیجه میده و برای مریض ها من فقط 2 روز وقت میتونم که در 2 روز باید خودت بفهمی که چقدر تکلیفت مشکلت حل شده و خوب شدی. بعد مریض ها چقدر مریض شما تداوی کردین؟ مریض ما زیاد مریض تداوی کردین، از 100 نفر بالاتر از ما. همی مریض هایی که پیش ما هم اسنادشان و چیشان از بیوگرافیشان دودوی 200 نفر که در افغانستان فیلن و این دوار چقدر وقت میشه کشف کردین؟ چند سال؟ 25 سال. 25 سال؟ بله. 25 سال دیگه بسیار وقت طولانی هم بوده. چقدر وقت زمان گذشت که شما این را همی تشخیص دادین دواره؟ 15 سال پیش ما عملا کار را شروع کردم. دیگه اولین مریض های ما در ایران بودی دواره ما در ایران کشف کردیم. بسیار خوب. موفق باشین دکتر صاحب. و مریض هایی که بر شما مراجعه میکنن از کجا هست؟ افغانستان یا بیشتر از خارج هم میاین پیش شما؟ مریض های ما بیشتر از خارج هم میاین. مثلا عبدالرحمن جومی که یک ماه قبل هم آمده بود در افغانستان یا برای سیاحت آمده بودن در افغانستان. بعد یکی از دوستاشون برای از آدرس مرا داده بودن. اینجا 10 روز تداوی شدن. بعد از 10 روز که دیدن که خوب شدن دوباره باز چون ویزیشان تمام شده بود، وقتی چیشان تمام شده بود، دوباره باز برگشتن. 20 روز بعد دوباره برگشتن از آلمان به افغانستان آمدن. تداوی خود شروع کردن، فعلا کاملا خوب است. نه تنها او بلکه به نام مریم یک دختر خانمی است که از آلمان آمده. بیشتر ما از خارج اونا همو تاثیراتشان رو دیدن، فوایدی که دوای گیاهی که شما ساختین. بسیار خوب دکتر صاحب، در مورد این مریضی بگوین که در جهان در درجه چندم قرار داره، میشه توضیح بتین در این مورد؟ بله، این مریضی است که در جهان در درجه اول مریضی قرار داره که سالانه 18 میلیون انسان ها از اثر امراض قلبی عروقی کاردیوواسکولار دیزیز جان خود از دست میدن. سالانه امریکا 350 میلیارد دلار به خاطر امراض قلبی عروقی هزینه پرداخت میکنه، مگر هیچ نتیجه هم نمیگیره. و ایران که همسایه ما سالانه 9 میلیارد دلار هزینه پرداخت میکنه که باز هم نتیجه نمیگیره. و این در بخش صحت یک انقلاب است. ما باید به جهان نشان بدیم، اگر جهان اتم داره، ممالک بسیار پیشرفته جهان اتم داره، ما یک چیزی داریم که مردم تداوی میکنیم. ما برای اتم... آبادی و تداوی استیم. بله، و اتم مردم از بین میبره، ما مردم صحت میدیم. یک چیزی هست که باید به تمام بشر برسه. امارت اسلامی باید کمک کنه که به بشر برسه. برای ازیا هم یک افتخار است که در 20 ساله جمهوریت این ما نتونستم که به بشر برسانم. و در وقت طالبا که بالای از او چقدر چیزی است که بر حقوق به زن نمیده، حقوق زن ها را سلب کردن. مگم ببین در یک وقتی این دوا چی شد که امارت اسلامی امرای ما کمک کرده، بر من چی کلینیک ترایل داده. و جمهوریت و امارت اسلامی چقدر فرق میکنه؟ یا واقعا کادرهای خود، دکترهای خود حمایت میکنن؟ دیگه ما از امارت اسلامی بسیار خوشحال هستم و خاطر که بر ما چی کلینیک ترایل داده و دیگه خلیفه صاحب ما را پشتیبانی کرده. بسیار خب دکتر صاحب، در اخیر برنامه قرار داریم، سوالات خوب بیشتر است.
فقط میخوایم پیام شما رو بشنویم. چی پیام دارین؟ چی خواست دارین از امارت اسلامی، از مردم افغانستان؟ ما از پیام ای است که از امارت اسلامی که در این پروسه کمک کنند، کی را به بشر برسانند. این دعوی است که در جهان برای اولین بار یک خانم افغان او را به دست آورده، این به نام افغانستان شد، این افتخارش به افغانا برسد، نه به دیگرا. ما به جهان هم باید نشان بدیم که ما افغانان میتونیم یک کار کنیم. ما تنها جنگ سالار نیستیم. گرچه در افغانستان آله بسیار امنیت آمده، میتونه مردم از خارج میتونه که اینجا بیاید تداوی کنه و امارت اسلامی باید در این پروسه کمک کنه که یک کمپانی یا یک چی را بسازن که تبلید کنه این دواره. یک کمپانی تولیدی باشه از این گیاهای که هست. اینجا چند مریضی دیگر هم دکتر صاحب رویش کار کردن که هنوزه او را یعنی تبلیغاتش نکردن یا برای دوستا نشر نشدن. اونا هم برنامه بعدیشان است. من مطمئن هستم دکتر صاحب دستاوردهای خیلی خوب میتونه داشته باشه و مثل اینا هموطنهای ما هستن که در هر بخش توانایی و ظرفیت خیلی بالا و علای دارن. دکتر صاحب احمدزی، بسیار تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. امیدوارم سوالات پرسیده باشم که مورد توجه هموطنان قرار گرفته باشه و اونا هم مورد را که نیاز داشتن و موردی که بر شما مهم بوده پرسیده باشم. و بازم یک جهان تشکر. شما هم تشکر که زحمت کشیدین اینجا آمدین و مصاحبه کردیم. بخیر باشین. تشکر از شما. خسته نباشین. خب دوستا، صحبت های دکتر صاحب هم شنیدین. واقعا این کار که اینا کردن در جهان بی نظیر است و تا هنوز هیچ کس در روی دنیا یا جهان نتانسته به همچه یک کشف دست پیدا کنه که یک خیر است برای جامعه بشری. و ما آرزو میکنم که هموطنهای ما، امارت اسلامی، هر آن کسی که امکانات داره، همچون بزرگایی که خدمت میکنن به وطن، دست از اینا را بگیره و اینا را تشویق کنه، حمایت کنه، به خاطر که برای اولین بار است همچون یک دوای کشف شده به خاطر خدمت بشر، نه تنها افغانستان، به خدمت بشر که چقدر کشورها چقدر هزینه ها را میپردازن اما باز هم موفق نشدن. و امیدوار هستم که ما همیشه حمایت کنیم هم دیگره. تشکر از همراهی و حوصله‌مندی شما دوستان عزیز. لطفاً چینل آریانا را سابسکرایب کنید، نظرات نیکتان را با ما شریک بسازید بخاطر بهتر شدن سوژه های ما. تا سوژه های بعدی که خدمت شما قرار میگیریم، الله یار و مددگارتان باشد.